برنامه خدا آن بهروان و با تقدیم سلام خدمت شما بیننده های عزیز، خیلی خوشحال هستم که در یک دیگر از برنامه های پلیس خدمتکار جامعه در خدمت شما ایزام کار داریم. دوستان عزیز، برنامه این هفته را خواستیم که از فعالیت های قهرمانان که در بخش خدمات عامه وزارت امور داخله ارائه خدمت میکنند به شما ایزان تهیه و تقدیم بکنیم. ببینیم که فعالیت های اینا چی است و چقدر توانستن سهولت هایی را بر همشهریان ما که مراجعین هستند و تقاضا دارند در اینجا برشان مساعد بسازند. همراهی شما ایزان را تا پایان برنامه خواهم است. ارائه خدمات مفید، مؤثر و به موقع برای مردم در کنار تامین امنیت از اولویت‌های رهبری وزارت امور داخله است. با این نهاد تلاش دارد تا بتواند آنچه مردم از این آدرس تقاضای خدمت دارند، آن را براحتی برای آنها ارزان نماید. این وزارت به ادامه روند سیستم سازی در بخش‌های مختلف این بار نیز جهت سهولت سازی بیشتر برای مراجعین، مرکز خدمات عامه را در داخل قرارگاه این وزارت ایجاد نمود. مرکز خدمات عامه که چند پیش کار خود را در قرارگاه وزارت امور داخله آغاز کرد، توانسته است پاسخ مناسب به خواست‌های مردم باشد. در اینجا تمامی خدمات زیر یک سقف از سوی کارمندان مسلکی و متعهد اجرا می‌گردد که نتیجه خوب تا حال بر جا گذاشته است. با ایجاد این مرکز سهولت‌های بیشتر برای مراجعین که جهت اخذ جواز سلاح، جواز گشت و گذار وسایل زیرهی، بایومتریک و عدم مسئولیت جرمی به وزارت امور داخله مراجعه می‌نمایند به میان آمده است. در مرکز خدماتی بیشتر از 50-90 درخواست مراجعین در نظر گرفته شده است که به تدریج تمام آن شامل این سیستم خواهد شد. به سوی هم از ضیاع وقت و سرگردانی مراجعین جهت طی مراحل اسنادشان در دفاتر جلوگیری به عمل می‌آید. همچنان مراجعین این بخش‌ها فرم‌های مجوز گردش و وسایل زرهی و پروسه طی مراحل جواز اسلحه را می‌توانند آنلاین از وبسایت وزارت امور داخله و یا هم از مرکز خدمات عامه این وزارت به آسانی به دست بیاورند. رهبری وزارت امور داخله خود را مکلف می‌داند تا بتواند در کنار تأمین امنیت و مبارزه با جرایم برای هموطنان خود مؤثر بوده و با ایجاد سهولت‌ها برای هموطنان ما آنچه از این نهاد تقاضا می‌رود پاسخگو باشد. هدف از ایجاد این اداره از بین بردن سکتگی ها، روندهای پیچیده و کاغذپرانی های غیر ضروری که فسادزا و دلیل ضعف اعتماد در این وزارت خوانده شده گفته شده است. دلیلی که مرکز خدمات عامه ایجاد شد به خاطر سهولت به مردم و مراجعین، تمام مراجعینی که بازار داخله مراجعه میکنن و تقاضای جواز سلاح، جواز وسایل زیری، عدم مسئولیت، ثبت شکایات، رسیدگی به فامیل شهدا، بخشایی که تمام وزارت که مراجعین پذیر است، تمامش از طریق مرکز خدمات عامه طی مراحل میشه و اسنادشون دوباره پس وقتی که اسنادشون تکمیل شد دوباره پس از طریق خدمات عامه برایشان تسلیم داده میشه. ما چهار بخش فعلا فعال است که مهمترین بخشای ما است فعلا که وسایل زیری و سلاح. وسایل زیری سه بخش داریم ما که گردش کارت وسایل زیری است، انتقال ملکیت است که از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه و جواز سیر است که یک شخص میخواد جواز سیر خود تمدید کنه، از این طریق مرکز خدمات ما فرم است که از این طریق برشان زمینش مساعد شده و به زودترین وقت تایمر میشه و اسنادشون دوباره تمدید میشه. و سلام دو بخش داریم که هم تمدید است و هم کسایی که میخواین جدید کارت جواز سلا بگیرن. و عدم مسئولیت که همکارای مراجعین که من و متقاضیه که در بخش عدم مسئولیت که استخدام به وظیفه است و تایی محرور میکنن اسنادشون امو روزمره تایی محرور میشه دوباره پس اسنادشون بهشون تسلیم داده میشه. و همکارای مراجعین که بخش عدم مسئولیت سفر به خارج است، سفر به خارج ما قسم است که من اینجا اسناد خود تسلیم میکنن، اسناد لازم است ما بهشون فرم خانه کنیم بایومتریک میشن از طریق وقتی که ختم شده باز ما از طریق بخش ارتباط خارجی ما به وزارت خارجه پس دوباره اسنادشون فرستاده میشن. عدم مسئولیت کسایی که میخواییم استخدام به وظیفه است در ظرف 3 ساعت کارشون خلاص میشه. یک شخص که سوبیکی ساعت 9 بجه مراجعه کنه ساعت 12 بجه پس اسنادش دوباره بهش تسلیم داده میشه. فعلا برنامه‌ای که ما فعلا داریم برنامه رسیدگی به فامیل شهدا است که بخش مهمترین بخش ماست که باید دوره ما فعال کنیم و همچنان بخشی که در آینده نزدیک فعال میشه پلیت وسایت و کلاسه که هم از بخش
مشتران جلسه و هم مسئولیت جلسه که ما میخوایم در اندی نزدیک تفاهم نما امضا شده ما آمادگیش گرفتیم کارش آغاز میشه و پروسه توزیع آغاز میشه بخیر خواست از مراجعین می است که مرکز به خاطر مراجعین به خاطر مردم ایجاد شده همین که به صورت ما به مردم ایجاد کردیم به مردم است مرکز که ایجاد شده هیچ کس توقعی از مراجعین نداره به می خاطر ایجاد شده که مردم بهشون صورت ایجاد شوه بیان کارشون زودتر شوه و ما از مردم خود تقاضا میکنم هر کس از شما تقاضایی که داشته باشه تقاضای نامشروع یا کارای نادرسته شما لطفاً به بخش همکاری امنیت داخلی ما مراجعه کنید به اونجا رسیدگی میشه به شما به شکایتان رسیدگی میشه دوستان فعلا ما همراه سوراب جان آمدیم در اینجا پیش سوراب جان که فرمایی که اینجا ثبت میشه بر هموطنهای ما توضیح میشن همیشه از فکر کنم سوراب جان بیشتری که در اینجا چه کار میشه و چه فعالیت ها میشه سوراب جان در ما مرکز خدمات آمد زمان که تاسیس شد ما خواستیم تمام مسئولیت در یک جای بگیریم ما خواستیم فرم عدم مسئولیت جرمی کسانی که اصلا میگیرن جواز ملکیت و یا کسانی که میخواین انتقال وطن ملکیت خود اینجا میگیرن و همچنان ما سفر به خارج ساختیم کسانی که قبلا میامدن میخواستن ارتباط خارجه میرفتن فرم میگرفتن و خیلی مشکلات بود بعد از وزیر صاحب تصمیم گرفتن یک مرکزی بسازن که همش در یک جا در یک مکان باشه و ما اینجا را ساختیم و اینجا بر چهار بخش تقسیم شده که بعدن بخشای دیگر رو هم اینجا میاریم یعنی هر هموطن ما که اگر کارشان به وزارت داخل میشه زیر میگه یک سقف کارشان بله. تمام است بله ما میخوایم به زودی قرار است خیلی تشکیلات بزرگ اینجا بیاریم فعلا تشکیلاتی که ما داریم فرم عدم مسئولیت جرمی است سوراب جان فکر کنم شما از طریق آنلاین هم فرم کارش شروع شده یا در آینده نزدیک کار شروع میکنین به خاطر امید توزیع فرم که هموطنای ما اونجا فرم خود از طریق آنلاین بگیرن و باز بیان بر شما اینجا مراجعه ما زمانی که مرکز اساسی ساختیم در سایت وزارت داخله که هم هموطنان ما میتونن اونجا برن و این فرم رو به صورت آنلاین بگیرن چون که ما خواستیم یک سهولت بیشتر و تمام هموطنان خود را یعنی از یک سرگردانی دیگه جلوگیری بله بسیار زیاد و ما همچنان بخش بایومتریک بخش های دیگر همه زیر یک سقف خوردیم تا که هموطنان ما جات نشن از یک جا به جای دیگه از یک جا به جای دیگه برن خوب است میریم پیش میریم ببینم اسم من منیجه برهان است و ما بخش عدم مسئولیت جرمی کسایی که استخدام به وظیفه میشن و کسایی که عقد جواز دارن یعنی کسایی که جواز میگیرن و اینا را ما اینجا ثبت میکنیم و روانشان میکنیم به بایومتریک تغییرات بسیار زیاد وارد شده بخصوص کسایی که مثلا قبلا به خاطر وظیفه اینجا مراجعه میکردن یعنی به خاطر عدم مسئولیت وظیفوی تقریبا 3-4 روز در بر میگرفت که می کارشان انجام میشد یا عدم مسئولیتشان انجام میشد باز دوباره جواب از استلام خود میگرفتن ولی فعلا فقط یک روز کارشان انجام میشه و فرداش میان اسناد خود میگیرن تسلیم میشن من شکوفه فرحمند هستم یک تن از کارمندان وزارت داخله بخش ریاست خدمات عامه که خود ریاست خدمات عامه به خاطر ایجاد سهولت برای مردم و رفع مشکلات مردم میباشه و ما در مرکز خدمات عامه بخش های زیاد داریم که روش کار میکنیم ولی فعلا بخش هایی که ما درش کار میکنیم فرم عدم مسئولیت جرمی و عدم مسئولیت جرمی به خارج از کشور است فرم عدم مسئولیت جرمی برای استخدام به وظیفه میباشه و فرم مسئولیت جرمی برای وسایل زیرهی و اسلحه میباشه و من خودم هم یکی از کارمندایی هستم که در بخش فرم عدم مسئولیت جرمی و خارج از کشور کار میکنم. این یک کار بسیار مثبت است که در وزارت داخله صورت گرفته که مثلا سابقه که بود مثلا مردم به خاطر یک فرم عدم مسئولیت جرمی شاید در روز تال میخوردن ولی فعلا ما میتونیم که در 24 ساعت مشکلشان رفع کنیم. یارا فروشجل جگورم ماشاءالله ډیر پرمختګ شوه وزارت داخله د زړه خنوم راغله. او ان شاء الله ډیر خسته سیستم دی سیستمونو ته جوړ کړی چې مراجعین ورسره تقریبا کېږي نه او کداغه سیستم باندې دی حرکتو کې ان شاء الله دا مراجعین ته عوام متبدل یو غټ سہولت دی ډیر یو خسته پروګرام صدر چا دا پروګرام تر هور کړی دا نو زه فکر کوم چې موږ ته ټول خوشاله او دې خسته تر نه او دې دا سیستم چې کوم جوړ کړی دا کمپیوټرز ډیر موږ ډیر منندوی ان شاء الله ډیر خوشاله په دې سیستم کې غریب دا کمالدار دا کواسطه دار دا او کټول ټول یو کس روان دي ان شاء الله دا به هیڅ ادم تکلیف نه خوب سوراب جان بر ما بگو که هیچ کدام بخش هست هیچ چی فعالیت ها میشه
بعد از اینکه اونجا فرما تسلیم شدن دیگه خود خب از زمانی که ما فرما رو بعد امتحان خود تسلیم کردیم بعد از اینکه مور تایر مراحل میکنیم و تمام سیستم ثبت میشه خلاص میشه تمام اسنای ما دوباره از طریق غرفه هایی که وجود دارن دوباره بهشون توزیع داده میشه خب به اینجا دمی غرفه توزیع میشه بله هر کدام غرفه که هست یک غرفه دو بخش داره بخش هم مثلا هر غرفه 7 8 9 10 یا بالاتر از اون هر کدام از اون کار خاص میکنه مثلا توزیع کارت اصلا توزیع طرفه تا دوباره زمان که اسناد میگیرن تمامش اینجا انجام میشه زمانی که بایومتریک ما خلاص شد تمام اسناد ما ثبت و مراحل میکنیم خلاص میکنیم دوباره اینجا مردم میتونن همتان ما همین اسناد خودت دوباره حفظ کنن خب یعنی یا دیگه توزیع فرم از پس بر مردم همون بله. شریان ما میتونن زمان که کارشون خلاص میشه خلاص میشه دوباره حفظ میکنن تمام اسناد خودم شکر 20 نفر تعداد پرسنل ماست که در کل مراجعینی که میاد اول بخشایی که در خدمات همه از طریقی که اونجا فرما توزیع میشه فرما برشان داده میشه باز از او میاد در بخش سوابق مجرمین ما که باز او یک نمبر نیمز است برشان زده میشه کسایی که پیش ما میاد اینجا بخش کارت سلام میاد بخش وسایت زری میاد بخش عدم مسئولیت میاد نشانی انگشت از پاسپورت که مخشوش می باشه اینجا پیش ما میاد مراجعه میکنه از مراجعین خود تقاضای مهمی است باید همراه ما یک همکاری کنه چون کار هیچ کس فقط از یک روز ایجا زیاد طول نمی کنه محمد جاوید صافی هستم یکی از مراجعین مرکز خدمات ما قبلا ما در اینجا به خاطر وسط زیری به خاطر کارت سلا مراجعه کرده بودیم مگر بنابر بعضی مشکلات یا عدم موجودیت منابع کافی به مراجعین مشکلات زیاد بود مگر از زمانی که ما بر بار دوم اینجا مراجعه کردیم کارا بسیار خوب به شکل سریع و مناسبش میشد دوستان عزیز شما رو به ادامه برنامه خوش آمدید میگم فعلا ما به ولسوالی میربچکوت هستیم جایی که نمونه مثال از دید امنیتی در ولسوالی های کابل است اما متاسفانه یک سلسله مشکلاتی که به وجود آمده در اینجا ما خواستیم بیایم ببینیم که دلیلش چی بوده و مردم در قبال فعالیت های نیروهای پلیس در اینجا چه گفتنی دارند همراهی شما عزیزان تا پایان برنامه خواهیم است ولسوالی میربچکوت یکی از ولسوالی های امنی ولایت کابل است 36 قریه مردم زندگی میکنه و مردمش همیشه وقت با نیروهای امنیتی هم کار است ولسوالی میربچکوت حالا یکی از ولسوالی های نمونه است در سطح ولایت کابل اما بدبختانه در این اواخر از ولسوالی های همجوار ما یک اندازه آسیب پذیر شدیم دشمن که در میخواهیم که تحرکات را انجام بدن ولسوالی هایی که در سطح کدام ولسوالی کدامن است که یه ولسوالی ها را ناامن بسازن با ما اساس ولسوالی میربچکوت هم از تحرکات دشمن دور نمانده چرا که شما شاهد هستین که لیل 15 بر 16 بالای پستی پلیس قماندانی امنی میربچکوت از سایه ولسوالی شکردار حمله صورت گرفت خوشبختانه یک نفر از گروه جنایتکاران جسدش در میدان ماند و یک نفرش هم ما زنده گرفتیم اما ما در خود ولسوالی میربچکوت هیچ با آن گروه مسئله مخالف دولت نداریم ما در سطح ولسوالی میربچکوت یک هماهنگی بسیار خوب داریم با بین پلیس ملی امنیت ملی و اردوی ملی که مطابق با ما نظر به ما هم هماهنگی خوبی که ما داریم دشمن نتونست در سایه ولسوالی میربچکوت نفوذ بکنه و جلب جذب بکنه و بتونه که سایه خود ولسوالی میربچکوت را ناامن بسازه دورترین قریه ما زمین غور است که همسرت با زمه است یک پلیس میتونه که اونجا آزادانه بره و وظیفه یک برای آزاده میشه وظیفه خود انجام بده ما در سطح قریجات خود هیچ نوع تشویش امنیتی نداریم باز تکرار میکنم ولسوالی میربچکوت که ناامن شده از ولسوالی همجوار در این اواخر دشمن تحرکات را انجام داده میخوان که ولسوالی کدامن ناامن بسازه در این اواخر پروسه سال روان است و دشمن های مردم افغانستان میخوان که از نام پروسه سال استفاده بکنن و یک اندازه فشار و تحرکات خود از سر تا سر افغانستان آوردن
و ما افلسوالی کدامن به شمول قبندان سبای امنی عمودی سبای امنیت قبندان سبای کندک میکانیزی اردوی میدی دو روز قبل جلسه امنیتی داشتیم که ما چطور بتانیم که اگر مانگی خوبتر بیترتر در سطح افلسوالی کدامن داشته باشیم تا جلو تحرکات دشمن گرفته شد که بشارا که شاید چندین جلوگیری از چندین واقعه دلخراش ما شدیم مثلا مرکز داعش در ولسوالی شکرداره گرفته شد باز دفعه دوم باز یک مرکز دیگه شان گرفته شد و دمی آخر چندین جنایتکارایی که میخواستن که دست به عمل تخریب کارانه بزنن که از طرف نیروی امنیتی بازداشت گرفت شدن و پروژه قانون سپرده شد. دوستا امروی قبندان صاحب آمدیم تا پوست هایی که مربوط ولسوالی میربچکوت هست ببینیم همچون فعالیت های پولیس چک پوینت هایشون امروی شما را میخواییم از قبندان صاحب بپرسیم که فعلا ما کجا هستیم این پوست ها چی رقم از برما معلومات بودن؟ خیبر جان عزیز ما پلیس قماندانی امنی میربچکوت به خاطر تامین امنیت شهرهای کابل پران چون که مسیر 13 ولایت افغانستان از شهرها تیر میشه ما 6 پوستی امنیتی در مسیر شهرها داریم که از اون 6 پوست یک پوستی شمیر است که به نام پوستی باغوالی در مسیر شهرها به خاطر تامین امنیت مسیر جاده است. بعد اصف یک چیزی که میخوایم بیشتر بر دوستا معلومات شما همین گزمو است، گزمویی که مثلا معتبرانه باشه یا پیاده باشه در داخل قریجات و سایه مسئولیت شما چی گونه است سبیلا میشه بر ما بگید؟ ما گزموی زیادتر ما از گزموی پیاده استفاده میکنیم در قریجات و گزموی معتبردار که بازی با تشریک مسئولی مدیریت محترم امنیت ملی و اردوی ملی ما هم گزموی معتبردار داریم هم گزموی پیاده و گزموی پیاده مؤسس‌تر است نسبت به گزموی معتبردار یعنی نتیجه رو بله بله بخیر باشم خوبان دوست سلامت اسم مولودین در مشوانه در کلی ملک ما زمان در میربچکوت گزمی خی آمده دی قماندان در می سر وقت هر مال تزان را رسی او نور منگر در پولیس سر و در اردو سر و در امنیت سر مخبل همکاریو پا خدمت که دی حکومت مانده نباشی قرامه بسرد خوب است جو خیرتی در شکر خیلی انشالله نوم چی شده؟ آصف یا باش خیلی اولیک در سیره آصف خان سنگ دی وزیز پیسر سنگ یک خیلیش با ورازه تیری مانده سیب راویت هست سر سنگ دی یک مالات که ای نه که ای اولگیری که ای خب مانده سیب راویت من سر دی رکه در هر واده که خب مشکل شی خپل از آن را رسوی اولی نفر در چه خپل هر وظیفه که رازی دفته که دو دفعه دری دفعه خپل رازی پوسته گوری چکوی در چی نم خبر ده خبریگی یعنی پس رو رازی هستید او دیر که سه پیام او سه گفتن لاره خل کند پویستان دمیر بچه کود میش خل کود چه دلتا پوسته گی سه پیام لاره دمیر بچه کود خلق دیر شریف خلق دی یعنی نوال چه چون لکه دو سه پوری چه پولیس هر همدغه سه همکار ای همدغه سه همکار ای فضل دخده امنیت هر چه نورم که کیگی دیرم آنه ساسو باریالی تو بوال پولیس ملی و دوی ملی و امنیت ملی شب روز در خدمت مردم هستن هر درجه که زنگ بزنه مردم چی مالک باشه چی مردم هم باشه آدرس برشون بده اونجا به آن وقت خود میرسونن و دشمن کس از ولسوالی کلکان شکر دره قرباق سوسنگ است این یا گروپ های بسیار کوچک خود ریزه دارن زیاد نیستن بیننده پوسته ما میخوان که اونجا مثال حمله کنن کسا بزنن باز هم اردوی ملی پلیس ملی امنیت ملی بیدار هستن پیش از که تا کنوا تراز کن یا در کمین باشن اونوارا تارمار میکنن دیگه فضل خداوند ولسوالی میر بچه کد اهمیت هست هیچ کنگه پینی ساخت خود ولسوالی میر بچه کد نه طالب داره نه دایش داره نه همکار کرده زوا هستن اینو از بیرون میان نیجا مداخله میکنن اونو هم تارمار میشن میرن که شرمنده میشن چون کشته میشه چون زخمی میشه چون گرفته میشن و فضل خداوند ولسوالی سر خوجا امن است مردم از یا راضی هستن و هم مردم همکارشان هستن آی صاحب خوب هستی؟ شاید خوب جانشون از کجا آمدن بخیر؟ دو سرکی بگرام تو خانه در بگرام هست؟ در خود دو سرکه هست مرکز ناس هم اونجا خواب بشم چطور هست این وضعیت های امنیتی مسیر راه خصوصا خوب هست دیگه بد نیست فضل خدا حال خوب هست همین چک پوینت های پلیس می باشه نمی باشه غیر از اینکه امروز هست دیگه جای نیمید ما خو نیدیم یعنی وضعیت خوب است قابل قناعت است آه چطور نیست دیگه خوام که امنیت باشه و کل اگه خوش چطور است وظایف شکر فضل خدا است نورمال خدا ما شما را زنده داشته باشه جریان داره وظایف ما کجا هستیم خب ما اون سر بر ما بگو و چک پوینت تون چرا هم هست یکی من که کمی دوستان چهره ما خود تا دیده بتانم پوستی ما این فعلا ما شما در کوساردو موقعیت پوستی ما کوساردو پل قلاخ سایه میر بچکوت است دیگه چک پوینت ما فعلا جریان داره در مسیر چک پوینت می باشه همیشه ما مراقبت داریم از مسیر جاده کابل پروان کابل
همیشه چکمان ما داریم به شکل دوامدارش. گزمه باز داخل قریه جا چی رقم است؟ گزمه همیشه ما هم گزمه سیار داریم، هم گزمه پیاده داریم و چکمان هم روزمره شب و روز ما چی داریم مطابق پلان، مطابق مو اصول دیگه ما چکمان هم داریم، گزمه هم داخل قریه جا هم داریم. گزمه مجریان داریم. بیشترین موضوعات را که شما بکنه این چکمان ها برمیخونه، خصوصا این شورای عمومی است که تقریبا 8 9 یا 10 ولایت شمال به مرکز وصل می‌سازد و اینجا از دید امنیتی من فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار است بر داخل مرکز شهر کابل. بیشتر موضوعاتی که شما برمی‌خورید یعنی دستاوردها چی می‌باشد؟ خود دستاوردها زیاتر همین سرقت‌های وسایل است، قاچاق مواد مخدر است، دیگه همین قاچاق بازی گپا باز استثناءات اسلحه و بازی گپا دیگه می باشه می دوست آوردار در جریان سال ما داشتیم. آی زنده باشیم و چقدر خوب است که از همینجا کنترل شود و در درام چند چک پوینت دیگه است در پلیس‌های مختلف ولایت فرمان یا از دید نیروهای امنیتی از دید قهرمانای ما این موضوعات دور نمیمونه. دیگه هر جا باشه هر کسی که برخلاف آرامش مردم ما مبارزه کنه شجاعانه میرزمین یا ما باور داریم بر شما. تقریبا مدت 17 سال میشه که ما در صفوف پلیس و پیوند دیم به خاطر خدمت به جامعه، خدمت به مردم افغانستان که خدمت میکنیم که مردم ما رنجیده و غم دیده و دیگه هستن تا بتوانیم کسی به این جامعه خدمت ما برای مردم ما برسه. ای زنده باش قرآن شما را همونطور سلامت و پیروز داشته بخیر باشه. ما برخان دعا میکنیم مردم افغانستان همیشه دعاگوی شما سلامت باشید. در مورد فعالیت هایتان که اینجا چک پوینت انداختین و در کل در میربچکوت شما چی وظیفه دارید؟ به خاطر از اینی که مردم ما دمی چند روزی که دشمنای نابکار افغانستان میخوان که یک نام نیو دیگه و دیگه را در این ساحه بندازن، با همکاری قمندان صاحب کار و سعی تلاش میکنه که باید این ساحه مردم آرام باشه. دیگه باشه نمید ما کوشش میکنیم که مردم ما در آسایش زندگی بکنن، به این خاطر چک پوینت اندازیم که یکام مردم ما اینجا بدر یکام کارا رو نکنن. حاجی عبدالشکور از قریه تعمیرات ولسوالی میربچکوت. وضع امنیتی میربچکوت فضل خدا الحمدلله وضعش بسیار خوب است، منتها از ولسوالی های همجوار ما یک چیز آسیب پذیر میشیم. گزمه شو شو تا صبح گزمه فعال است، گزمه میگرده، گزمه کدام در گزمه و در چی کدام مشکلات ما نداریم. ممنون که در کنار پلیستان هستند و پلیس خود را در هر شرایط حمایت کردند. این بود برنامه این هفته پلیس خدمتگار جامعه که از فعالیت های این قهرمانان بر شما عزیزان تهیه و تقدیم کردیم. تا تقدیم برنامه های بعدی خیبر فضلی و عبید بهرام و عصمت صدری که در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپاریم. زنده باد افغانستان، زنده باد نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان. تشکر. سلام باشه.